حضرت ریاست جمهوری عربی مصر. فخامة رئيس جمهورية عربية مصر العربية. اجازة بفرمایید. اسمحوا لي. قبل از هر چیز. قبل كل شيء. مقدم عزیز شما را به خاک ایران خوش آمد بگویم. ان ارحب بمقدمكم العزيز في بلادنا. برای همه امروز امکان این بود که ببینند مقدم شما با باران رحمت در این مملکت توأم بود. ولقد اتيحت هذه الفرصة للجميع ليكون مقدمكم مقرونة بهطول الأمطار. گو این که دوستی و صمیمیت شما نسبت به مملکت ما و ملت ما کاملا بر ما واضح بود، ولی این تصادف را ما به فالنیک میگیریم. ولو ان محبتكم وصداقتكم نحو ايران وشعب ايران، ولكن نحن ناخذ هذا التقارن بين مقدمكم وهطول الامطار بفأل خيمه. باید همچنین بار دیگر از پذیرایی گرم که از شهبانو و من در موقع مسافرت ما به مصر از طرف شخص شما و دولت و ملت شما به عمل آمد بار دیگر تشکر کنم. و اشکرکم مره ثانیه على الضیافه والکرم الذي لقيناه انا والشهبان من شخصكم الكريم. در همون موقع اهمیت دیدار از شما و کشور شما گفته شده بود. و فی ذلك الوقت نوهت اهمیت زیارتكم و زیارت بلادكم. در تاریخ کهن دو مملکت ایران و مصر و فی تاریخ العریق لایران و مصر آن مسافرت با توجهاتی که خود شما به آن مبذول داشتید ورق تازی در تاریخ زده شد. وفي تاريخ العلاقات العريقة بين البلدين كانت تلك الزيارة على ضوء الاعتبارات التي أوليتم لها كانت ذات أهمية خاصة. در همین مدت کم که از آن مسافرت می‌گذرد في خلال هذه الفترة القصيرة التي تمر على تلك الزيارة نفقت دوستي بين دو مملكت ما به مراحل عالیه رسیده است. لیست فقط اواصر صداقه بین بلدینا وصلت الى مرحله سامیه، بلکه روابط ایران با تمام ملل مسلمان به خصوص همسایگان ما روز به روز بهتر شده است. و ايضا تحسنت علاقاتنا مع كل الدول وخاصة مع الدول الجارة لإيران. میدانم آن حضرت چقدر از رفع اختلاف بین ایران و عراق خوشوقت شدند. وأعرف أن فخامتكم كم فرحتم من حل اختلافات بين إيران والعراق. چون در موقع اقامت در قاهره شما در این موضوع با من صحبت کردید و من از افکار شما اندرز کافی گرفتم. لأن خلال زیارتی لبلدکم
تذكرتم ذلك الشيء وأنني استفدت من توصياتكم. در این مدت برای ما فرصت پیش آمد کرد و خلال هذه الفترة اتيحت لنا الفرصة که سیاست جمهوری عربی مصر را در این منطقه همیشه تأیید بکنیم و آن را سیاست عاقلانه و صادقانه بدانیم. ان نؤيد سياسة مصر في هذه المنطقة ونعتبرها سياسة واقعية ومنطقية. به همین جهت اطمینان دارم. ولهذا السبب لي الثقة که هر رویه‌ای که مصر تحت قیادت شما اتخاذ بکند ان كل سياسة او منهج الذي تتخذها مصر بزعامتكم سياسة عاقلانة تعتبر سياسة عاقلة وشرافتمندانة خواهد وشريفة. شما بدونید وتعلمون که احساسات ما ان مشاعرنا واحاسيسنا كماكان و بلکه هر روز بیشتر كانت في السابق وكل يوم با شماست حتكون معاكم بخصوص وخاصة که در راه حق قدم بر می دارید وخاصة اننا نمشي في طريق الحق. این است که آرزو می کنم ولهذا آمل که مملکت مصر ان بلاد مصر ملت مصر وشعب مصر تحت قیادت شما تحت حضرت رئیس جمهور تحت زعامتكم فخامة الرئيس به تمام آرزوهای ملی خود ان تصل الى جميع اهدافها و آمالها برسد و ما در آینده و نحن في المستقبل مصر را از همیشه شکوفانتر و خوشبختر ببینیم وآمل في المستقبل أن نرى مصر أكثر سعادة وأكثر رونقا. بار دیگر ومرة أخرى از اقامت بلو کوتاه شما در ایران از طرف خودم و ملت ایران اظهار خوشبختی می کنم. ومرة أخرى أعرب عن سروري من قبل الشعب الإيراني وشخصيا لإقامتكم في إيران ولو أنها كانت قصيرة. وبرای سلامتی و موفقیت شخص شما حضرت رئیس جمهور ولسعادتكم ولنجاحكم وتوفيقكم فخامة الرئيس و همچنین برای خوشبختی و موفقیت ملت نجیب و برادر مصر بهترین آرزوهای خود را اظهار می‌دارم. و كذلك اعرب عن آمالي ورجائي لسعادة وتقدم مصر الشعب وشعب مصر العظيم النبيل. Thank you.
برادری عزیز اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی اریامه خواهر گرامی علی حضرت شهبانو خرا خوش وقتم از اینکه بر دیگر از کشور برادری با تمدنی کهنسالی شما زیارت کنم و احساسات محبت و برادری که ملت مصر نسبت به شما دارد همراهم ببرم و واقعا روابط مصری ها با ایرانیان قبل از اسلام محکم بوده سپس اسلام این روابط را محکم تر ساخته است و هر دو ملت متحدن در ایجاد تمدن اسلامی درخشان پایدار شرکت نمودند و بدرستی که از فضل خداوند متعال بر ما آن است که ملت مصر بعد از گذشت 7000 سال بر تمدن قدیمی وی اکنون سنت دیرین خود را پیروی می کند و به تمدن انسانی خدمتی می نماید و با سر بلندی و عزت و ابا بر دشواری ها پیروز می شود کما اینکه ملت برادر مسلمان ایران راهی پیش رفتی و رفاه را طی می کند زیر رهبری برادر عظیم اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی اریامه و ما مصری ها تا ابد جانبداری شما از ما در موقع شدت فراموش نخواهیم کرد زیرا شما ثابت کردید که شما برادران مخلص و دوستان صمیمی هستید و واقعا من عباراتی و واقعا من عباراتی پیدا نمی کنم برای ابراز احساسات من و احساسات ملت مصر نسبت شما و برای قدردانی نمودن از نجابت شما بهتر از قول شاعر انسانیت سعدی شیرازی که می فرماید رفیقی مهربان و یاری همدم همه کس دوست می دارن و من هم و من واثق هستم که جهاد دو ملت ایران و مصر پیاری خداوند متعال با توفیق و پیروزی تو ام خواهد گردید وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.